باشیم و نداشتن نقشه و ضعف نظامی ما مملکت ما را در زیر سم و سطور بیگانگان قرار داد. حتی بر نمی گردم به روزهای زمان جنگ و دوره اشغال. شاید خیلی ها حتی مرداد 1332 را نیز به یاد ندارم، ولی برمی گردم به اشکالاتی که سعی شد از روز تصویب این منشور ملی از ششم بهمن 1341 تا به امروز شمی بگویم، برای این که در تاریخ ضبط بشود و دیگر یا تکرار نشود یا اگر تکرار بشود برای همه روشن و واضح باشد که این یک موضوعی است کهنه و آشنا و شناخته شده. مطلبی که به ملت پیشنهاد کردم و مورد تصویب قرار گرفت مطلب ساده‌ای نبود. جامعه ایران را یک شبه زیر رو می کرد. اساس فئودالیته، اساس ارباب و رعیتی متاسفانه در تاریخ ایران سابقه طولانی داشت. اصول اجتماعی ایران بر اساس فئودالیته، نفوذ سیاسی بر اساس چند گروه معین و از همه بدتر دست پروردگان خارجی که به هر وسیله‌ای که بود پشت سر آنها قدرت‌های ایجاد می‌شد که بتوانند به صاحب و ارباب خود خدمت کنند، یا به عنوان مالک بزرگ یا رئیس قبیله یا یک فلان دوله یا غیره به دنبال اسمش می گذاشتند و یا متولی مجلس و یا به اصطلاح سیاست مدار. ولی نخها همه در پس پرده کشیده می شد. زیر رو کردن یک همچین وضعی بدون عکس‌العمل نمیتوانست بماند. دیدیم که به زودی همون رؤسای قبائل، همون کسانی که از خون مردم ارتزاق میکردن، همون عروسک‌هایی که به دست خارجی به جنبش میامدن، با در واقع هم عقیدگی افرادی که آلت اجنبی بودند و در هر حال کمک تودهی های بیوطن سعی کردند که اول در فارس قیام بکنند، به جایی نرسید. در اون قیام در حدود 70 نفر از سربازهای ارتش ایران جان خود را فدا کردند و در کوههای فارس به قتل و شهادت رسیدند. در 15 خرداد ارتجاع سیاه با همدستی دائمی توده‌های بیوطن کاری در تهران کردند که ننگ آن پاک نخواهد شد. آتش زدن اتوبوسی که پر از دختر محصل مدرسه است، آتش زدن کتابخانه و کارهای وحشیانه دیگر به خاطر خواهد ماند.
این حملات وحشیانه در واقع به ملت ایران بود، به تن ایران بود. از بین رفتن هزارها نفر مؤثر نیست، میبایستی که به رأس حمله میشد. کما اینکه در 21 فروردین 1344 این سوی قصد شد ولی مقدر نبود، در هزار و چند سال پیش فردوسی گفته بود چو ایران نباشد تن من مباد، بدین بوم و در زنده یک تن مباد.